به نام خدا. عرض سلام بچه ها، امروز میخوام داخل این ویدیو به شما یک اسلاید جذاب و متفاوت دیگه از پاورپوینت رو آموزش بدم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، اگه کانال منو سابسکرایب نکردید لطفا همین کار رو الان انجام بدید. یادتون نره دکمه زنگوله رو هم فشار بدید. آدرس این اینستاگرام هم میذارم، اونجا هم خواستید میتونید منو فالو کنید. حالا بریم سراغ آموزش. اولین کاری که میکنیم میایم یک اسلاید جدید، داخل اون اسلاید جدید میایم و یک از گزینه اینسرت یک دایره رسم میکنیم. حتما دکمه شیفت رو بگیرید. بعد از اینکه دایره رسم کردیم، رنگ دایره روی خاکستری خیلی کم رنگ بذارید، آوتلاینش رو هم حذف کنید. سایز دایره رو هم حدودا 8.42 در 8.42 قرار بدید. بعد از اینکه این کار انجام شد، در گام بعدی میاد و یک نیم دایره رسم کنیم. برای اینکه نیم دایره رسم کنیم، باز هم از گزینه اینسرت میتونیم بیایم و از قسمت شیپ این نیم دایره را انتخاب بکنیم. دکمه شیفت حتما بگیرید، دکمه شیفت رو بگید که این دایره مساف. بعد نگاه بکنید روی این دکمه، روی این دایره زرد کلیک بکنیم و این را یک دست اونقدر بکشیم تا خطش باریک و ظریف بشه. خب بعد از اون میان و آوتلاینش رو بر میداریم و رنگش رو هم روی رنگ خاکستری قرار میدیم. اندازه این رنگ خاکستری اندازش رو هم روی حدوداً 14.53 در 14.53 قرار بدیم. خب کار بعدی که باید بیایم انجام بدیم، این رو هم من اینجا میذارم که پرپخش نباشه، کار بعدی اینه که بیایم و دایره هامون رو رسم بکنیم. دایره هایی که میخواییم رسم بکنیم به این صورت میگیرم، یک دایره رسم میکنم، آوتلاینش رو برمیدارم و اندازه دایره رو هم روی 3.54 قرار میدم. از این دایره چند 5 تا کپی هم میگیرم به این صورت. کار بعدی که میکنیم میام اینجا و این پالت رنگی رو که قبلا انتخاب کرده بودم رو اینجا کپی میکنم و رنگ های این دایره ها رو هم با توجه به این پالت رنگی تغییر میدم. رنگ دایره هامون هم مشخص شد. کار بعدی که باید بکنم اینه که بیام و یک کاتری هم برای این دایره ها ایجاد بکنم. برای همین میام از منوی اینسرت، باز هم شیپ و این دایره رسم میکنم. دستم روی دکمه شیفت باید حتما باشه. بعد از اون میام و نو فیل را میزنم و رنگ گرادینتش را براش مشخص میکنم. اندازه دایره هم که میخوام انتخاب بکنم حدوداً 4.45 باید باشه. یه خود اگر رنگ دایرمون رو پر رنگ تر بکنیم شاید بهتر باشه. برای همین میام و این رنگ رو، رنگ کادرش رو، معذرت میخوام، رنگ کادرش رو یه خود پر رنگ تر میکنم و از همین دایره هم چند تا کپی میگیرم.
برای کپی گرفتن هم حتما دستتون روی دکمه کنترل باشه که اینها به این صورت کپی بشه. خب این هم از این قسمت. حالا باید بیام دو تا نیم دایره دیگه هم بچه من میخوام برای اینکه اون دو تا نیم دایره رسم بکنم. میام از همین نیم دایره که کشیدم یک کپی میگیرم، سایزش رو تغییر میدم، سایز نیم دایره خودم و یکیش رو روی 13 و 600 قرار میدم به این صورت. رنگش رو هم میام، رنگ دایره رو هم میام از این قسمت روی آبی کم رنگ قرار میدم. از این نیم دایره باز هم میام و یک کپی دیگه میگیرم. خب بعد میام اندازه این نیم دایره رو هم تغییر میدم، میزنم تقریبا روی 16 و 2 دهم میزنم. بعد هم کار دیگه ای که میام انجام میدم، میام اگر که دقت بکنید خب این قسمت رو اونقدر باریکش میکنم، بسیار بسیار باریکش میکنم که اصلا پیدا نباشه. بعد میام از قسمت آوتلاین میام و رنگ آبی کم رنگ رو براش انتخاب میکنم. بعد هم میام و به صورت خدچین، این خدچین یا یکی از این خدچین ها رو با توجه به سلیقه خودتون میتونید برای انتخاب بکنید. حالا یه خورده اگر بیایم و این رو هم زخیم ترش بکنیم بهتر میشه. خب میبینید که الان تقریبا تصاویر من همه اون شکلایی که میخواستم رسم شده. حالا یک داخل یک اسلاید جدید من میام و شروع میکنم اینها رو قرار دادن. از این تصویر شروع میکنم، از این دایره کنترل ایکس و داخل اینجا کنترل وی رو میزنم به این صورت. میکنم بیمیانش اینجا قرارش میدم. خوبه. بعد کار بعدی اینه که بیام و اول این نیم دایره کوچیک رو کنترل ایکس کنترل وی اینجا قرارش میدم. بعد نیم دایره بزرگتر انتخاب میکنم، نیم دایره خاکستری رنگ کنترل وی به این صورت. و بعد هم میام نیم دایره بزرگتر به این صورت. اینها را اینجوری اطراف اون دایره قرار میدم. خب در گام بعدی میام و چیدمان این دایره ها رو مشخص میکنم. همه اینها رو من و اینها رو میام به ترتیب در جاهای مناسبش قرار میدم این صورت. دقت بکنید که اینها همهشون باید دوتا دوتا الائن میکنیم که بعدا اینها ترتیباش به هم نخوره. بعد قبل از این که بخوام بیام و دایره اصلی ها رو قرار بدم، میام و اینها رو یک بار هم الائن بودنشون رو چک میکنم، چون که بسیار مهمه. الان تاپ رو میزنم، این دوتا رو هم الان تاپ و این هم که خوب سجمش هست. بعد میام شروع میکنم اینها را این صورت به این صورت آماده شد. وقتی که بچه ها این قسمت تمام شد، در گام بعدی میام و نوشته های خودم رو اضافه میکنم. از اینجا کنترل ایکس
کنترل وی را قرار میدم به این صورت، اینجا هم قرار میدم. بعد از اون میام و سایر نوشته ها را داخلش میارم به این صورت، اینها را همشو. حالا من اینجا میذارم. و هم زنم اینجا و نوزن اینجا. خب همه اینها را هم انتخاب میکنم، رنگ همشون رو هم روی رنگ سفید میذارم که بهتر و جذابتر باشه، هرچند این نوشته یه خورده باید وسط قرار بگیره که دقیقا با هم هم تراز بشه. خب وقتی که این مدل آماده شد، حالا برای اینکه کارمون یه خود جذابیت بهتر و بیشتری هم داشته باشه، میام از اینجا یک فلشی را رسم میکنم. بعد از اون میام و این فلش را حالا به این سمت میچرخونمش و دقیقا در اینجا قرارش میدم. از همین میتونم یک به این صورت یه خود این را هم میام و رنگش را عوض میکنم به این صورت، رنگی هم که براش یه خود ضخیم ترش هم میکنم و بعد هم میام و این حالت را براش در نظر میگیرم. برای این هم همین کار را باید انجام بدم، یعنی بیام این انتخابش بکنم و این بزنم. فقط رنگش رو عوض میکنم، رنگی که براش در نظر میگیرم این رنگ. یکی دیگه هم این همین رو میکشم در گام بعدی هم میام و این نوشته ها رو سر جاش قرار میدم. میبینید که نوشته ما، سلاید ما تقریبا میشه گفت که کامل شد. هرچند یکم دیگه اگر من این نوشته ها رو بیارم اینجا قرارشون بدم یا این دایره یه خورده وسط تر، خیلی بهتر و کامل تر میشه. خب بچه ها خسته نباشید، امیدوارم که از مطالب و آموزش امروز هم لذت برده باشید. بازم از شما میخوام که اگه کانال منو سابسکرایب نکردید حتما این کارو بکنید، اگه مطالب من مفید بود لایک کنید، با بقیه به اشتراک بذارید. منتظر سایر ویدیوهای من هم باشید. خدا نگهدار.